در سال 2013 میلادی چین یک پهپاد جت جدید خود رو به نام JJ11 به نمایش گذاشت. یک پهپاد جت پنهانکار با شکل بال پرنده که الگو برداری از پهپاد آمریکایی X-47 بود. این پهپاد نخستین پهپاد جت پنهانکار ساخت چین بود که تلاش چین برای گسترش ناوگان تهاجمی خود به پهپادهای پنهانکار رو نشون میده. چین پیش از این پهپادهای مسلح با موتورهای پیستونی و یا موتورهای توروپراپ ساخته بود. پهپاد JJ11 یک پهپاد بدون سکان عمودی و در اصطلاح با طرح بدنه بال پرنده است. بدنه بال پرنده برای نخستین بار توسط آمریکایی‌ها و کمپانی آمریکایی نورثروپ از دهه 1940 توسعه یافت. این کمپانی که بعدها با مبکن B2 رو به همین شکل ساخت، از دهه 1940 دست به ساخت هواپیماهای آزمایشی بال پرنده و بدون سکان عمودی می‌زد. طرح بال پرنده به دلیل اینکه طی آزمایشات مختلف نشون داده بود که در برابر امواج رادار بیشترین رادار گریزی رو داره و امواج رادار کمتری رو دریافت و باز می‌گردونه، همواره مورد پسند طراحان پهپاد برای ساخت پهپادی با سطح مقطعی کم و رادار گریزی بالا بوده. در خود آمریکا نیز تاکنون چندین طرح پهپاد از جمله X-47 با چنین شکلی ساخته شده. با وجود این، تا قبل از JJ11 چین هیچ تلاشی برای ساخت پهپاد یا هواپیمایی با شکل بال پرنده نکرده بود. پهپاد JJ11 یک پهپاد بال پرنده با وزن حدود 6.5 تنه که طول اون به 12.5 متر و طول دو سربال اون به 4.5 متر میرسه. این پهپاد دارای ورودی هوایی بر روی بدنه می باشد که ورودی هوا بر روی پهپاد در جلو قرار داره، که الگوییه که امروزه تقریبا در تمامی پهپادهای مشابه در جهان دیده میشه. خروجی موتور نیز البته بر روی سطح بدنه قرار داره تا میزان امواج فروسرخ منتشر شده رو کاهش بده. پهپاد از یک موتور توربوفن استفاده میکنه که هنوز ماهیت اون ناشناخته است، ولی برخی منابع معتقدند که احتمال داره این موتور WS11 که یک موتور توربوفن بر اساس موتور روسی مشهور A25 ساخته شده و بر روی جت های آموزشی چون L39 نصب شده به کار رفته. این موتور توربوفن در داخل موتور همونطور که گفته شد با نام WS11 تولید شده و بر روی جت آموزشی رزمی کاهش نصب شده. این موتور میتونه این پهپاد جت رو به سرعت حدود 1000 کیلومتر در ساعت برسونه، اگرچه برخی منابع سرعت این پهپاد رو حدود 900 کیلومتر در ساعت میدونن. بر اساس گفته منابع چینی این پهپاد به دو روش هدایت میشه. یکی سیستم هدایت برنامه ریزی شده با کمک خلبان خودکاره که در اون پهپاد با تکمیل دستورات از پیش داده شده در حافظه خود هدف رو پیدا و اون رو مورد هدف قرار میده و بعد به پایگاه خود برمیگرده. این روش هدایت برای انهدام اهداف ثابت به کار میاد. روش دیگر هدایت همزمانه که توسط اپراتور از راه دور هدایت میشه. اگرچه در تصاویری که تاکنون از این پهپاد منتشر شده هیچ دوربین هدایتی دیده نمیشه، ولی از قرار چنین سامانه‌ای درون بدنه به کار رفته. سازمان هوانوردی هوش مصنوعی چین که در واقع یک شرکت خصوصی در چین با این نامه، در حال توسعه یک سیستم هوش مصنوعی برای این پهپاد برای انجام عملیات با کمک هوش مصنوعیه که در اون پهپاد خود میتونه با تعیین اولویت‌های میدان نبرد و همچنین تهدیدات پیش رو خود رو به هدف برسونه و اون رو منهدم کنه. گفته شده این سیستم از سال 2023 در حال آزمایش در چینه.
بر اساس تصاویر منتشر شده، پهپاد در زیر بدنه دارای سه عرابه جمع شونده است و از دو دهلیز داخلی استفاده میکنه که برای حمل تسلیحات کاربرد داره. چینی ها مدعی هستن که این پهپاد میتونه تا 2 تن سلاح رو حمل کنه که میتونه شامل 2 تا بمب 500 کیلویی هدایت ماهواره‌ای و بر اساس برخی از تصاویر از برخی از ماکت ها و یا تا 8 بمب هدایت ماهواره‌ای کم قطر از نوع FT-7 که یک بمب هدایت شونده بالدار با وزن 130 کیلوگرم و بعد 70 تا 80 کیلومتره. گفته شده این پهپاد با سوخت داخلی میتونه به برد 4000 کیلومتری به شکل انتقالی بدون سلاح برسه که این میزان برای مأموریت شناساییه، زیرا یکی از مأموریت های این پهپاد شناساییه. اگرچه هنوز از تجهیزات شناسایی اون اطلاعاتی در دسترس نیست، ولی گفته شده دارای یک دوربین دید حرارتی با قابلیت چرخش در زیر بدنه در میان دو دهلیزه که به شکل جمع شونده در درون بدنه در نظر گرفته شده تا به پنهانکاری اون صدمه وارد نکنه. ولی برد این پهپاد در شرایط رزمی میتونه تا 1500 کیلومتر با حدود 1 تن سلاح نیز برسه که شامل 2 بمب هدایت شونده خواهد بود. این پهپاد در سال 2023 به گفته مقامات چینی وارد خط تولید شده، ولی هنوز هیچ جزئیاتی از اون منتشر نشده. ولی بدون شک یکی از اهداف چین استقرار این پهپاد بر روی ناوهای هواپیمابر خوده. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، چینی‌ها در حال آزمایش این پهپاد بر روی سکوهای شبیه ساس ناو در بندر شانگهای هستند و البته احتمالاً در نهایت اون رو بر روی ناوهای هواپیمابر بزرگ خود نیز نصب خواهند کرد. استفاده از جت پهپاد بر روی ناوهای هواپیمابر چیز جدیدی نیست. برای نمونه جت X-47 در آمریکا به عنوان یک جت ناونشین آزمایشات زیادی رو یک دهه پیش در آمریکا گذراند و دست به نشست و برخاست از روی ناوهای آمریکایی زد. ولی از اونجایی که X-47 تنها یک اثباتگر فناوری برای تکمیل نرم‌افزارها و تجهیزات مدرن برای عملیات یک پهپاد بر روی ناو بود، هرگز عملیاتی نشد. نظر شما در مورد پهپاد GJ11 چیه؟ لطفاً برامون کامنت کنید.